کمتر از هفته دیگر در نیمه ماه آینده اکتبر پرزیدنت ترامپ باید عملکرد ایران به توافق اتمی موسوم به برجام را تایید و یا رد کند. اما از همکنون بحث‌های مخالفان و حامیان توافق در واشنگتن و همچنین در دیگر نقاط جهان از جمله در کشورهای همسایه ایران بالا گرفته است. ستاره درخشش مدیر بخش فارسی صدای آمریکا برای بحث درباره این ضرب العجل قریب الوقوع مصاحبه اختصاصی با پرنس ترکی الفیصل رئیس پیشین تشکیلات اطلاعاتی عربستان سعودی که سالها نیز سفیر آن کشور در بریتانیا و آمریکا بود داشته است که به اتفاق می‌بینیم. Your Highness, thank you very much for accepting to do this interview with the Voice of America. If I may, I would like to start. اجازه بدهید از برنامه موشک بالیستیک ایران شروع کنم. گزارش‌ها حاکی است که ایران برنامه تولید سلاح اتمی را متوقف نکرده است. فکر می‌کنید امریکا یا عربستان سعودی و یا جامعه بین‌المللی باید نگران چنین رفتاری باشند؟ I think everybody should be concerned, not just Saudi Arabia and the United States. As I understand it, I am به نظر من همه باید نگران باشند، نه فقط عربستان سعودی و آمریکا. من مقامی رسمی نیستم که گزارش‌های اطلاعاتی و یا اطلاعات دیگر را در اختیار داشته باشد. من فقط آنچه را که در مطبوعات است می‌خوانم و یا در تلویزیون نشان داده می‌شود می‌بینم. از این رو نظر من درباره برنامه موشکی ایران که بخشی از محدودیت‌های مندرج در توافق هسته‌ای است، به موضوع توسعه برنامه موشکی مربوط می شود. ما در مطبوعات دیده ایم که مقام های ایران این را انکار کرده اند. بخشی از مشکلی که من به عنوان ناظر بر توافق هسته‌ای با ایران دارم همین است. به نظر می رسد مسائلی در توافق وجود دارد که علناً مطرح نشده است. حال آیا برنامه موشکی ایران محدودیت دارد یا نه؟ دولت فعلی آمریکا می گوید دارد. رهبران ایران می گویند ندارد. اگر مفادی در توافق است که منتشر نشده است، باید منتشر شود. Articles in the deal that have not been published, I think they should be published. On the JCPOA, sir. همانطور که می‌دانید، پرزیدنت ترامپ تلویحاً گفته است که ممکن است اواسط اکتبر رعایت توافق هسته‌ای از سوی ایران را تایید نکند. منظور منتقدان از جمله پرزیدنت ترامپ چیست که می‌گویند ایران روح برجام را نقض کرده است؟ Spirit of the nuclear deal. I cannot speak for President Trump or other critics. My criticism of the agreement. من نمیتوانم از جانب پرزیدنت ترامپ و یا منتقدان دیگر صحبت کنم. انتقاد من از برجام ورای مفاد مربوط به رعایت آن است که بین طرفین توافق شده است. انتقاد من به کلیت توافق است که قرار است از توسعه سلاح اتمی در ایران جلوگیری کند. As I understand it, the agreement when it was initially signed, این توافق هنگامی که امضا شد قرار بود 15 ساله باشد. خب وقتی این مدت تمام شد چه می شود؟ می دانیم که بر اساس این توافق ایران به غنی سازی اورانیوم در سطوحی مشخص ادامه خواهد داد. یعنی ایران به دانش فنی و فناوری برای غنی سازی اورانیوم به سطوح بالاتر دست خواهد یافت که برای توسعه توان اتمی به آن نیاز دارد. روزی که دوره توافق به اتمام برسد، رهبری فعلی در ایران به سمت تولید سلاح اتمی شتاب برمی‌دارد، بدون آنکه محدودیتی در مقابل آنها باشد. انتقاد من بیشتر مربوط به این است که پس از انقضای توافق چه رخ خواهد داد، نه کارکرد آن در زمان حال، که موضوعی است که به مقام ها و امضا کنندگان مربوط می شود. That is for officials in governments and the signatories to the agreement to keep us apprised of.
My last question, Your Highness, is about what is happening inside Iran. There is a rift of the so-called rifts, or reports that there is a rift between different groups. و سوال آخر من درباره وقایعی است که در داخل ایران رخ می‌دهد. گزارش‌ها حاکی است که شکافی بین گروه‌های مختلف وجود دارد، اصلاح طلبان و محافظه‌کاران. برداشت شما از این تعاریف چیست؟ One particular group would like to open up to the West and so forth. What are your thoughts on that? Let me preface that by saying the following. We across the Gulf from Iran. بگذارید سوال شما را این گونه بازگو کنم. ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق سه عامل لایتغیر به ایران متصلیم. اول عامل جغرافیایی. ما همواره همسایه بوده ایم. دوم تاریخ. رابطه درونی و تنیده بین مردم در منطقه‌ای که ایران خوانده می‌شود و مردمی که عرب شناخته می‌شوند هزاران سال وجود داشته است. ارتباطات خانوادگی و عشیره‌ای مردم دو منطقه را در گستره تاریخ به هم وصل کرده است. و عامل سومی که ما را به هم وصل می‌کند شهادتین است. لا اله الا الله و محمدن رسول الله که هر دو به آن پایبندند. از این رو این عوامل باید برای نزدیک کردن ما به کار آید. اما متاسفانه به علت رفتار تهاجمی ایران در سوریه، لبنان، عراق، یمن و غیره، این عوامل که باید ما را به هم نزدیک کند ثمر بخشی ندارد. What is happening inside Iran, as I read from the Iranian press itself, is that there is a great deal of internal. همانطوری که در مطبوعات خود ایران می‌خوانم، آنچه در ایران رخ می‌دهد، حکایت از انتقادهای گسترده از عملکرد دولت ایران دارد. اظهارات روحانی و سپاه پاسداران را می‌شنوید. که به نظر متضاد می‌رسند، چه در مورد موضوع هسته‌ای، چه باز کردن ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی. آیت الله عظما خامنه‌ای اظهاراتی می‌کند که با آنچه روحانی گفته است تضاد دارد. از این رو به نظر من نوعی تلاطم داخلی وجود دارد. حال باید با موشکافی تشخیص داد چه کسی میانه رو است و چه کسی افراطی. مگر می توان در مورد یک موضوع میانه رو بود اما در موضوع دیگر افراطگرا؟ از این رو برای آنهایی که از بیرون نگاه می کنند تشخیص این که چه کسی میانه رو است بسیار دشوار است. می خواهم از شما برای این فرصتی که در اختیارم گذاشتید تشکر کنم و به شما و مردم ایران خداحافظ بگویم. And I say to you and to the Iranian people, خداحافظ. Thank you very much, Your Highness.